درود وقت شما بخیر. در بحث امروز اندپندنت فارسی در مورد پروژه یک کمربند و یک جاده طرح بلند پروازانه چین برای اتصال با بازارهای جهانی صحبت میکنیم. آقای مهدی منادی استاد مطالعات چین در دانشگاه ساینس پوی فرانسه با ما هستند. آقای منادی شما را خوش آمدید میگم و در آغاز میخواهیم از شما خواهش بکنم که درباره طرح یک کمربند و یک جاده یک تفصیل کوتاه ارائه بکنین برای مخاطبان ما. با سلام احترام خدمت شما و بینندگان گرامی، آنچه در طرح کمربند و راه قابل تصور است ایست که چین در یا حزب کمونیست چین تلاش میکنه که او قدرت اقتصادی که به عبارتی در دوران دن شاوپینگ به دست آورده او را از فضای داخلی چین او را توسعه بده به منطقه و فراتر از منطقه و بر اساس او چین را به عنوان مرکز اقتصادی جهان تبدیل بکنه. اگر ما یک خلاصه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی حزب کمونیست چین داشته باشیم، چین در یک سه دوره بسیار مشخص به جایگاه فعلی رسید. دوران ماو که ثبات سیاسی و او انسجام و او قدرت سیاسی را کسب کرد، در دوران دن شاوپینگ درهای اقتصادی چین باز شد و چین به عنوان قدرت اقتصادی مطرح شد، یعنی ثروتمند شد، و در دوره سوم که آقای شی جی پینگ است تلاش میکنه که او قدرت اقتصادی خود را در بیرون انعکاس بده و او جایگاه خود را در بیرون به دست بیاره. و آنچه در طرح کمربند و راه قابل تصور است ایست که یک ایده است، یعنی یک پروژه و یک استراتژی بسیار مشخص نیست. ایده است که در واقع حزب کمونیست تلاش میکنه که در حوزه های مختلف منطقوی این ایده را بر اساس نیاز کشورهایی که در متن این ایده وجود داره او را تطبیق بکنه. شما قطعا نقشه هایی را در دوره های مختلف میبینید. این نقشه ها یکی که اغلبشون واقعی نیستن و بس دوم است که این نقشه ها اغلب میگن که در واقع یک خطا هم یک جاده، اما وقتی که وارد تطبیق میرسه اینها او جاده و سرک یا خط ریل نیست، در واقع اونها برنامه های اقتصادی است که بر اساس نیاز کشورهای عضو در اینجا تطبیق میشه. من این را میخوام باز هم تاکید بکنم چون تصور اغلب مردم در مورد جاده و راه یا کمربند و راه است که فکر میکنن که یک خطا هم و یک خط است که در کشورهای مختلف هم چنان مثل راه ابریشم گذشته تطبیق میشه. مثلا شما تصور کنید ابتکار یا برنامه اقتصادی چین و پاکستان در ابتدا تصور بر این بود که از کراکروم اینا یک خط آهن و یک سرک بسیار کلان تا گوادر تطبیق میکنه، اما از این برنامه تبدیل شد به برنامه سرمایه گذاری سر برق پاکستان. یعنی در ابتدا یک طرح دیگه بود، اما این تبدیل شد به یک برنامه اقتصادی دیگه که پاکستانی ها ضرورت داشت. و این وقتی که شما به تاجیکستان میرین و قرقیزستان میرین، پروژه هایی که چین در این دو کشور تطبیق کرد بیشتر سدسازی، پروژه های برق، اما هیچ پروژه در واقع خط آهن نبود. اخیرا تازه یک بحث خط آهن مطرح شد، اما در گذشته شما وقتی که به نقشه نگاه میکردید نقشه ما میگفت که بله، چین تلاش داره که از طریق طرح کمربند و جاده یعنی راه ابریشم گذشته را در اینجا احیا بکنه. و دقیقاً بحث راه ابریشم یکی از نکات بود که همیشه مطرح میشه همراه با مسئله طرح کمربند و جاده. میخواستم اتفاقا این را بپرسم از شما که آیا واقعا امکان احیای راه ابریشم وجود داره که چین را به بخش‌های دیگه دنیا وصل بکنه و در واقع اون راه ابریشم افسانوی را دوباره احیا بکنه؟ راه ابریشم یک ایده است. شما در فضای روابط بین الملل ما یک اصطلاحی داریم میگیم ایدیشنال پاور، یعنی قدرت ایده پردازی برای ایجاد کردن او استراتژی ها و طرحهاست. یعنی چین میگه ایده را طرح میکنه، میگه ما یک ایده سنتی که کشورها با در تاریخشان به او گره خورده و با طرح کردن ایده میگه که همه بیاین با ایده همراه شوید و بر اساس او تلاش میکنه که کشورها را در یک برنامه‌ای که به عبارت تاریخ اونها هم با او گره خورده اونها را همراه میکنه و بر اساس او به پروژه های اقتصادی که به نحوی
نزدیک هست و کمک میکنه به این برنامه اونها میپیوندن. اما الزامن او راه ابریشم با اون خطوطی که به کاروانها میرفت اینی تطبیق نشده. شما مثلا وقتی که به سرک خطاهنی که از روسیه میرفت وقتی که روسها در اینجا تحریم شد اینها آمدن بس میدل کوریدوری که یا همو کوریدور وسطی که همو قزاقستان و کشورهای حوزه کاسپین را تحکرد و تبدیل شد به این بیمانوست که او راه ابریشم یک ایده اقتصادی است یک که بر اساس او تلاش میکنن که برنامه های اقتصادی و بگوارت سیاسی و امنیتی را در این حوزه تطبیق بکنن. اما الزامن به معنای باز کردن و خطوط کاروان هایی که مثلا چند هزار سال قبل در اونجا رفت آمد میکرد به اون معنا نیست. بله و طالبان در دو سال گذشته در مباحث اقتصادی دو نکته خیلی بزرگ نمایی میکنن، یکی احداث کانال قشتپه و یکی هم پیوستن به طرح کمربند و جاده چین. میخوایم مشخصا روی بحث افغانستان صحبت بکنیم. اگر حتی چنین طرحی در حد یک ایده به نحوی از آنها تطبیق شود، افغانستان در کجای ایده قرار خواهد داشت؟ افغانستان چون در مسیری که چین ظاهرا طراحی کردم افغانستان در مسیر قرار داره و قطعا این مسیر از افغانستان میگذره، افغانستان چه منافعی خواهد داشت در این مسیر؟ من یک نکته رو میخوایم اصلاح بکنم در بیانیه هایی که طالبان داره، چون من دیپلمات بودم در چین و عملا در برنامه های اقتصادی و تجاری چین و افغانستان مرتبط بودم. افغانستان عضو ابتکار کمربند و راه در سال 2016 بود و تفاهم نامه او در اونجا امضا شد و در نشست های کمربند و راه افغانستان شرکت میکرد. تنها در اون نقشه ایدئال چین در اینجا نبود، اما برنامه های سمبولیک برای تعامل همکاری افغانستان و چین وجود داشت. خب این نکته اول. نکته دوم در اینجا ایست که طالبان تلاش میکنه که بر این تاکید بکنه که ما میخواییم که عضو یا بگوارتی به این پروژه به این برنامه بپیوندیم. افغانستان جز از اون هست. الان نگاه چین نسبت به این پروژه یک نگاهی است که در نگاه طالبان متفاوت است. اونها هم برداشت نیست که طالبان هنوز به درستی درک نمیکنه که کمربند و راه چی هست. اونها فکر میکنن که ما افغانستان باید در اون نقشه باشه که بگه که ما عضو از هستیم. در یک عبارتی همین برنامه های اقتصادی که شما فعلا چین در فضای افغانستان داره، در نظر چینی افغانستان جزء کمربند راه هست. وقتی که اونها میان سرمایه گذاری میکنن سر یک معدن، سر مثلا آمودریا یا هر جای دیگه، اونها میگن این جزء برنامه ابتکار کمربند است. وقتی که در اینجا یک بازی کریکت میشه، یک نلفهمم یک برنامه فرهنگی میشه یا هر چیز، اون را میگه این هم برنامه کمربند راه. در نظر چین ابتکار کمربند و راه یک ابتکار اقتصادی است که پروژه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، سرمایه گذاری هایی که در حوزه های مختلف هست، اینها همه شامل از او. قرار نیست که یک مسیر مشخص مثلا مثل پروژه تاپی فکر بکنین، با عنوان مثال یک مسیر که مسیر خط ریلی باشه یا مسیر کامیون ها باشه از آدرس چین از افغانستان بگذره و نام از او باشه طرح کمربند و جاده، درست؟ دقیقا. مثلا شما در گذشته خطاهنی که از چین می آمد به قزاقستان، به ازبکستان، به افغانستان، این خطاهن در گذشته وجود داشت. خطاهن های ملی قزاقستان و ازبکستان قبلا بود، بعد آمدن چین تنها کاری که کرد آمد گفت که ما میاییم با یک برنامه سوبسیدی که در واقع چینایی ها پول زیاد میداد که در این خط آهن تایید اینی به وجود بیاد، بعد این خط آهن از یک از ولایت های چین وارد قزاقستان میشد، بعد ازبکستان میشد، بعد افغانستان، بعد آمدن گفتن یک از برنامه های کمربند راست، در حالی که خط آهن از گذشته ها وجود داشت. صرفا اینها آمدن به صورت نرم افزاری، یعنی طرح را وجود آورد، در حالی که سخت افزار از قضیه به صورت جدی وجود داشت. اما یک نکته دیگه که در اینجا وجود داره بحث کوریدور ووهان است که من متوجه شدم که در نشست اخیر هم آقای عزیزی به اون موضوع تاکید کرده. این موضوعی بود که بارها هم ما در نشست های متعدد با چینایی ها همیشه تاکید میکردیم و میگفتیم که باید کوریدور ووهان در اینجا باز شود. خب کوریدور ووهان در نظر
نظر چینی ها حزب کمونیست چین یک کوریدور بسیار حساس به لحاظ امنیتی است. تاسیسات امنیتی بسیار جدی در حوزه مرزهای به من 94.2 کیلومتری که میان افغانستان و چین وجود داره. در اونجا به صورت جدی تاسیسات بسیار جدی در اینجا وجود آمده. بعضی از پیلرهای مرزی در اینجا شنوز در سرزو اختلاف وجود داره. یک از پیلرها شکست خوردنی شکسته بود و در اونجا هنوز اون مسئلهش حل نشده و در واقع پایگاه های نظامی و امنیتی چین بندازی در این حوزه زیاد است که اصلا تصور این که اونها بیاره به یک خط تجاری، یک گمرک تجاری در اونجا ایجاد بکنه، من فکر میکنم در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر میاد. اما خب طرح کردن این موضوع و دیپلماسی فعال برای باز کردن یک خط، یک کریدور اقتصادی، یک راه اقتصادی با چین یک طرح بسیار خوب هست. من فکر میکنم که خوب است که بر او تاکید شد، اما الزاماً به معنای این نیست که اگر چین این خط را یا این سرک ممو کریدور واخان را اگر باز نکرد افغانستان جز ابتکار کمربند راه نیست. افغانستان از سال 2016 تا به حال عضو برنامه کمربند راه بود. برنامه های مثل خط آهنی که از چین به افغانستان وصل میشد اینها از این برنامه بود. بعضی از سرمایه گذاری هایی که چین در فضای افغانستان انجام میداد اینها میگفت در کانسپت و طرح کمربند راه هست و ای به این معنا نیست که افغانستان نیست. من دقیقا یادم میاد که در یک از نشست‌ها این موضوع یاد کردم، گفتم چرا افغانستان در این نقشه شما نیست و مقامات چینی ما میگفتن که افغانستان به صورت درست در این نقشه نیست، اما در اون طرح کلان کمربند راه افغانستان از طریق بهره بردن از سرمایه‌گذاری های اقتصادی ما عضو این برنامه اقتصادی هست. میگه عبارتی افغانستان شاید در کوتاه مدت، حالا برداشت من است که باز شرایط با تغییر بکنه و بعد یعنی ببینیم که چطور خواهد شد، اما در کوتاه مدت شاید کریدور واخان باز نشه، اما احتمالاً سرمایه‌گذاری چین به خاطر نیاز چین به منابع زیرزمینی افغانستان فکر میکنم که وجود داره و تلاش میکنه که از اون استفاده بکنه. و همچنین بحث اتصال افغانستان به کریدور چین و پاکستان، همون سیپکی که یاد میشه، یک از بحثایی که گفته میشه. من فکر نمی کنم که به نفع افغانستان باشه، چون افغانستان بهتر است که به صورت مستقیم خود را به آسیای مرکزی وصل میکنه. وصل شدن افغانستان به سیپک به نفع افغانستان نیست. این موضوع را بعض وقتا طالبان خوب درک نمی کنن. فکر میکنن که ما باید به سیپک متصل شیم از طریق پاکستان و بحث گوادرو برنامه دو جانبه میشه یا سه جانبه میشه که موضوع را طرح بکنه. اما بهتر است که افغانستان با استفاده از طرح‌هایی که در آسیای مرکزی وجود داره به جیوکنومی آسیای مرکزی متصل شده از طریق برنامه‌های. سپاسگزار هستم آقای مهدی منادی از اینکه با ایندیپندنت فارسی همراه شدین.